سلام علیکم، عیدتون مبارک. بفرمایید بفرمایید. به به بفرمایید. قربونتون برم، چقدر شما با انرژی هستین. به نام خدا سلام، سال نوتون مبارک، عیدتون مبارک، نماز روزتون قبول باشه. آخ جون، به به. خب خیلی من خیلی ممنون. خب مهمون امشب من خودشو اینجوری معرفی کرده که مرداد ماه 1360 در محله یوسف آباد تهران به دنیا اومده. بچه آرومیه و تخس بازی نداشته، ولی به جاش خیلی آبزیر کاهه. بیا بابا، تو دوره مدرسه درس خون بوده و فیزیکو تو کنکور 100 زده، قرمه سبزی رو. قرمه سبزی رو با دنیا عوض نمیکنه. حامی اساسی حیوانات و هزینه نگهداری 23 تا گربه معلول رو میده بابا. بله بله، گفته رو صداقت حساسه و میتونه بابت عدم صداقت خیلی زود آدم رو از زندگیش حذف کنه. بهش میگن شبیه جومونگ و واکاشیزوماست. یعنی کی میتونه باشه؟ فیلم ترسناک دوست داره، یه بار با 5 تا دوستای بزرگتر خودش نشسته فیلم ترسناک دیده، همه فرار کردن، فقط ایشون تا آخر فیلم فیلمو نگاه کرده، گفته 160 تا فیلم بازی کرده، ماشاءالله تو بالای 120 تاش نقشش منفیه. بله همین مسئله باعث شده که خیلی‌ها فکر کنن تو زندگی عادیش هم آدم منفیه، ولی اصلا منفی نیست. آقای نیما شاهرخ‌شاهی. بیا بابا بابا، عجب بابا. سلام علیکم، فدات بشم، خوشتیب، ماشاءالله بپره کنیم برای خوشتیب، خوشتی آفه قشنگ مهربون. سلام علیکم، عاشقتم. قربونت برم نیما جون. قربونت، خیلی ممنون که اومدی برنامه ما. قربونت برم. یعنی وقتی ازم دعوت شد مهران نمیدونی چقدر خوشحال شدم. قربونت برم، هم برنامه شما رو دیده بودم، هم که با افتخار خود میدونم من چقدر. قربونت برم، لطف داری. قربونت نیما جون، بفهم با دوربینم میخوای صحبت کنی. سلام عرض میکنم خدمت همتون، برای من افتخار بسیار بزرگیه. امیدوارم برنامه خیلی باحال و شاد و اینکه تو یکی دو ساعت حالمون بسیار خوب باشه و بخندیم و کلی خوش بگذریم. ایشالله عیدت مبارک. عید شما مبارک باشه. قربونت برم، در خدمت شما. قربونت برم نیما جون. برای خودت چای می‌ریزی داداش؟ بله. ما حالا باهات کار داریم، گرم کن. آقا گفتی آبزیر کا بودی تو بچگی، اینو بگو یعنی چی نیما؟ یه خورده ببخشید من این ریختیم، شرمنده تام. قربون شما. یعنی چی آبزیر کا بودم؟ ببین من دیدی اصولا در مورد کودکی دوستان صحبت میشه، همه دوست دارن میگن شر و شیطون، من نبودم. نبودی، آبزیر کا بودی. ببین اونم مثلا آره، اونم ولی بیشتر آروم بودم، ولی اگه کاری هم میکردیم خیلی یواشکی و رو نبود، زیر بود. آره آره، مثلا میگفتی که مامان مشتبه خیلی دوست خوبیه، مامانت میرفت قارب. بعد مامانت میومد میگفت چی شد نیما، چرا مشتبه گریه میکن؟ نمیدونم، فکر کنم گشنته. اینجوری مثلا به اون شدت نگه، خود ظریف‌تر. ظریف‌تر بله، انقدر هم قارپ نمیزده، یه جوری که نمیفهمیدن. خب اینو هیچی، چای تو میل کن. بله اینجا نوشته که چرا اینجا نوشته. بله ما فقط یه سینمایی با هم کار کردیم. من و شما خیلی وقت هم دیگر رو میشناسیم، افتخاریه. آخش بله من همیشه خوزینت برم، فدات شم. خیلی ممنون دخترای قشنگم، ماشاءالله. مهران جون
واسه فکر می‌کنم بیشتر با هم کار کردیم حس همی، ولی ما یه سینمای بله. خیلی مطرح با هم کار کردیم به نام داش آکول. بله بله. اینجا می‌خوام بگم مهران جون یکی از بهترین و شاید شما خیلی هنرمند این سالهای سال. قربونت. ولی این نقشت مهران خیلی نقش عجیب و خفنی. آره چقدرم سخت بود. من یادت با عصا می اومدم. پامو عمل کرده بودم. تازه هم پاتون عمل کردم هم ببین یه نقشه من هیچ وقت یادم نمیره تمرین شما صدا سازی انجام داده بودی شما یادتونه یک صدایی رو گوش میدادی این قبل از اینکه بیاین جلو دوربین اون حال و هوا هم تو بدنتون می آوردین بازی رو هم تو صداتون یکی از عجیب ترین نقشه‌ای که یعنی اون سال میگفتن اگه اون فیلم به جشنواره راه پیدا میکرد حداقل شما کاندید بود قربونت برم مال شما بود اگر یه عکس از فیلم داشاکل من و نیما هستیم بذارین اینجا ما هم ببینیم اکثر رو بدو بابا بعد گیریم عجیب غریب و بعد فیلمم خیلی فیلم حال و هوای عجیب غریبی بود یعنی شب حال و هواش ما رو میگرفت یادت بله خیلی فیلم خوب و قشنگ و سختی بود خیلی. فیلم سختی هم بود بله 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 خیلی هم ممنون بله بله ژانر وحشت تدریس میکنی یعنی بله. چی؟ مهران من یه چند دوره هست ژانر تخصصی وحشت تخصصی وحشت و من یه سر هنرجو دارم مهران هنرجوی من یکی یکی روان پریشتر خب یکی از یکی روان پریشتر خیلی ممنون خب که اصلا این خب که اصلا اومدن این کلاس رو انتخاب کردن چگیری افتادی تو یه سری نابغه داریم یعنی خوب. ما واقعا تو این چند دوره که داریم تدریس میکنیم خوب. نور شمع داریم موزیک ترسناک داریم و تخصصی میپردازیم به این ژانر بین خودمون شروع میکنیم فیلمنامه ساختن دقیقا یک فیلمنامه رو بین هنرجوی خودمون و اتودهایی که زده میشه خب بعد ما اصلا تو سینما میونه کلامت اصلا تو سینما نداریم سینمای وحشت خیلی نداریم من یادم یه فیلم خودت بازی کرده بودی پارک وی درسته بب. اون فیلم خیلی فیلم خفن ترسناک مدل همون ژانری بود که تو میگی بله شاید هم تاثیر دقیقا همون فیلم بوده رو ما ولی نه ما امکاناتش رو نداریم آقای جیرانی ساخته بودن بزرگ ما جناب جیرانی عزیز افتخار آقای جیرانی فیلمساز خوب کشورمون و استاد فیلمسازی بفرمایید بله ما یه خود دقیقت امکاناتش رو نداریم ببینیم مردم ما یه خود میان که نترسن مهران یعنی در مقابل ترسیدن مقاومت میکنه مقاومت واسه همین کار ما رو خیلی سخت‌تر میکنه ما یه جور حال و هواشو بردیم تو درام تعلیق روانشناسانه یعنی یه جورایی سعی کردیم یه جنس دیگه با روح و روانشون بازی کنیم ولی هنرجوی منو ببینین دونه دونه شون میترسی اصلا شما ببینی میترسی آره از ترس به خودمون میترسیم میترسیم بله بله اصلا واقعا من نمیبینمش من خیلی هم ترسو هم اگه قرار باشه فیلم ترسناک بسازی واسه این نقشا که میگم کدوم بازیگر رو انتخاب میکنی شخصیت خون آشامی که همیشه دم مرکز انتقال خون کشیک میده خب جواد رضویان یا حسین رفیعی حسین رفیعی حسین رفیعی اگه ببخشید اینا رو نویسنده من گردنم اگه بخوای فیلم اجدا وارد می شود رو بسازی اجداهایی که وارد می شود کدومه؟ محسن افشانی یا هوتن شکیبا؟ بهرام افشاری بهرام افشاری بله قول سه چشمی که عاشق پاستیله اینا کجاش ترسناکه رضا شفیع جم نصرالله رادش یا قول برره؟ با همه احترام آقای نصرالله رادش با همه شب خوش حتما دلتون میخواد یک سفر خوب و ایمن داشته باشین ما هم همین آرزو رو براتون داریم پس باید چند تا کار رو انجام بدین اول اینکه قبل از راه افتادن به اندازه کافی استراحت کنیم و بخوابیم
تا در زمان رانندگی خواب‌آلوده نباشیم. نکته بعدی این که در طول زمان رانندگی حواسمون کاملا به رانندگیمون باشه و پشت فرمون با موبایل صحبت نکنیم. فراموش نکنیم که با سرعت مطمئن رانندگی کنیم و موقع رانندگی سبقت غیر مجاز نگیریم. همیشه جعبه کمک‌های اولیه توی ماشین خودمون داشته باشیم و در ذهن قبل سفر حتما وضعیت جاده‌ها و آب و هوایی مسیر رو چک کنیم. ایشالله سفرتون سلامت. آقای نیما خان، یه چهره ای رو ما الان براتون میندازیم. اون عکس فیلم ما پیدا نشد، بندازین؟ نه میاما، فقط پوستر فیلم هست. بله، خیلی هم من دبیا. ببین این یه چند تا فیلتر اومده روش. یه آقاییه، یه آدمیه. بله میدونیم کیه. ایرانیه؟ بله ایرانیه. بازگره؟ آره. اینا فیلتره، ولش کن، رو رو ول کن. من سه تا فیلتر کم کنم برات، هر موقع بگی. بازگرم، بازگرم فقط. خب یه ترکیبی من میبینم بین هادی قالیخانی دقیقه گیرمور بوده. خب آقای رضا صادقی هم یه مقداری دارن. خب یک کرکتر فیلمای ایتالیایی پاگونده، یادته؟ پاگونده یه ترکیب، اگه پاشتوکات بود داره. یه فیلتر میخوای کم کنم؟ یه فیلتر کم کنید الان اینکیشو. بابا جان چشماش، من جای تو باشم رو چش تمرکز میکنم. توپل مپلیشو بل کن. آیم توپل چه کرده؟ یعنی فیلتره. آره. نمیدونم. نمیدونی؟ یه فیلتر دیگه کم کنین. بازم نمیدونی؟ بابا یعنی چی؟ عینک نگفتم کم کنین، چشماشون خیلی. یه فیلتر دیگه کم کنین. موارم بیخیال شو داداشمون. ببین من جای تو باشم این خیلی چشاش معلومه ها. تو پلی رو ول کن، فکر کن باد داره. این همون بازیگری که الان باد داره در قید حیات ها. بله قید حیات چی هم بغله. خب یه فیلتر دیگه کم کنید. نیما بجم. بابا کامران تفتی. کامران تفتی بابا، خیلی ممنون. چجوری فهمیدی؟ موها کوتاه شد درست شد. به 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 آقای نیما خان، خیلی یه موقعیت استرابی داریم. استرابی من شما رو توی موقعیت استرابی قرار میدم که باید بازیش کنی. بنده هم در خدمتتم. بازی کنی؟ بله. سخته یکم ولی بامزه است. بیا ببینم چه خبره. نقاشی، یه شاعری، آپتیکی، دامپزشک، آپتیکی، دستیار خجالتیه، جراحی، به شدت جدی ولی حواس پرت هستی. بدون اینکه جراح از دستت ناراحت شود، جان بیمار را نجات بده. چه شد یه دور عامیانش؟ ببین نگاه کن. من بلند شم؟ بفرمایید. بله. ببین اون وره میز بفرمایید. ببین شما، من میشم جراح، اینجوری که آقایون گفتن. بله من میشم جراح. بله. شما میشی دستیار من. من حواس پرتم، بیمارم شکمش بازه، داریم عمل میکنیم. شما در اصل دستیار منی؟ بله بله. من چون حواس پرتم شاید یارو رو به کشتم بدم. خیلی هم جدی هم. شما باید اینو جونش رو سرآخر نجات بدین. شما حرف منو گوش میدین یا گوش نمیدین؟ چی رو؟ حرف منو گوش میدی یا نمیدی؟ شما امروز با دکتر من شما آقای دکتر شرخشایی خیلی تعریف شما رو کرده بودن. بفهم لطف کنید. بله. کورتیزون. خواهش کنم. لطف کنید تز خودم بزنم. اینو چهار بخشش کنم دکتر، هر جا که شما دستور میدین کدوم بر بزنم؟ بله. هر جا که شما کورتیزون تزیر کنید توی سمت تانسی علامت کنم. این ماره تو شکمش رودش رو داره میگه. دکتر یه مدار اون بره بیمار رو بگیرید. زیاد اصلا باز نکرد. خواهش کن. نگه دارید.
دکتر روشش این نیست فکر میکنم خیلی. چیه روشش؟ نه یه چیزی معمولی یه وسیله هست که وصل میکنه با دست اینجوری. بله. خیلی ممنونم. یادآوری کردین. ولکن خوش وای میسته. این مار تو شکم بیمار هست مثل این که پنس لطفاً قیچی میخوام رودش بفرد. یعنی رودش رو میخواد یارو به برا حواست دکتر حال بیمار خیلی مساعد نیست اگه اجازه بدین این کارو بذار چون من انجام مار توشه نه این مار نیست این خود دراستر از من اگه اجازه بدین من بقیه کارو خودم انجام میدم من یاد گرفتم بخیه رو بلدم هم کارو انجام میدم شما خواهش من کارو شما انجام میدین جراح من هستم کی شما رو داد تو اتاق من به دستور شما اومدیم اینجا دیگه خواهش میکنم اجازه بدین آخه این روشش اگه اجازه بدین نیست دقیقا روشش چیه من پزشکی بیمارم الان تو اندوسکوپی بیمار نوشته شی خارجی در شکم بیمار هست باید اون شی رو خارج کنی اگر بنده بی سوادم که نظام پزشکی یه بنده رو میخواین زیر سوال ببرین آقا بخواب شما بپوش من اگر گفتم بخواب اینو دو باید بیوشی بهش تذکر کن با ضربه یدی دست و آها خوشش اومد آقا بخواب شما ببینید اگر من پزشک جراح هستم اسم شریفتون چیه؟ من شاهرخ استخری شاهرخ استخری شما همون برو استخر آقا جان من اینو امضا کردم بفهمید بیرون داریشونشو نجات نمیدی اگه بری بیرون بفهمید اگه اجازه بدی من خودم این وقتی رو من اینو خودم ببرم دکتر این رودشه این رودشه من قرصامو نخورد اجازه بدید با احترام به همه پزشکا آقا ما داریم کارمون رو میگوش نمیشه جلشون بازی نه دکتر منم انقدر... نه ایشون انقدر شیرینن انقدر جذابن که ماسکو بده من یاد اون سریال تو در لسه همش من عاشقم سریال آقای مهران مدیری میگه دکتر این راهش نیست نیما اون منو رو بردار ببینیم چی میل داری منو داریم منو رو انتخاب کن برای خودت یه چیزی سفارش بده لطفا ما یه بخشی داریم ازت پذیرایی میکنیم اگر سالم موندی پذیرایی کنیم ازت تا موقع قربونت دارم بفرما بله الان من چیکار کنم هر رو منو بخون یکیشو انتخاب بله همه رو بخونم یا یه دونه رو هر کدوم من آب خونک اگه دستور بدی آب خونک دیگه چی داشت ببین چای با زولبیا بامی بنوش گلگاو زبان آشرشته شربت هاگشی رو تخم شربتی آب خونک آب خونک اگه دستور بفرم من رژیمم یه چایی با زولبیا بامیه برام بیاری دیدیم بعضی از راننده ها برای زودتر رسیدن میندازن از شونه خاکی میرن این کار خیلی حادثه سازه و منجر به تصادف با آبرینه حاشیه راه‌ها یا سقوط خودرو به دره‌ها میشه و البته باعث میشه تا اعصاب بقیه راننده‌هام خرد بشه، گرد و خاک بلند بشه. یک نکته دیگه، اگر ماشینتون خراب شد، حتماً یک منطقه امن پیدا کنید و در اونجا توقف کنین و علائم هشدار دهنده رو توی فاصله مناسب قرار بدین تا تصادفی اتفاق نیفته. ما یک گینسی داریم کتابش به کارت نمیاد ولی جلوت باشه اگه دوست داری برمید کاری از دستت بر نمیاد یه سری رکورد تو گینس ثبت شده میخوام یکی دو تاش اگه بشه یا برامون بشکونی یا بشکون دیگه برامون یا هر چی تلاش تو بکنی این فیلمشو میخوایم ببینیم اینا نیا کن این یه دونه خرد کردن خیار با چشم بسته است بله 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 الان میخونم یه دست یه انگوشت طرفم رفته اگه یه بارم انگوشتش قطع کرده یارو نیما جون با چشم بسته که مرض داریم اگه تو آخه بعد ببین سرعت رو ببین بیا بابا خیارشون چرا خیارشون اینا انقدر بله بله خرد کردن بیشترین اسلایس یعنی تیکه خیار با چشمان بسته در 30 ثانیه رکورد 106 تیکه والاس وانگ از کانادا
این آقای والاس وانگ بود از کانادا. خب 166 تا که واحدش خیار بر ثانیه. واحدش خیار در ثانیه. بله. بله نیما جان. بیا اینم خیاراش هم چی خیاره آفرین. ببین نیما جان این چاقو خدمتت. اینم یه چاقو دیگه ببین با کدوم داداش قلقگیری هم میتونی با چشم باز چشمش هم باید ببنده. چقدر نامردیم. بله هستیم. بله میخوای قلقگیری کنی با چشم باز؟ نه انجام. انجام. ببین اورژانس هم دم در هست. ببینم انگشتاتو. قربونت اون دوستامو یکی دوتا نفت. نیما آخه آخه دور از جون دفعه بعد دست میدیم به این انگشت کوچیک کرد دور از جون. نه نمیکن دوستای ویژوالمون هستن معمولا. آره معمولا. آره خب حادثه هندشن برن انگشت. بله هستن اینا. یکی از بچه های اورژانس اینجا با ایستاده اینجوری دست میزنه. بله بفرمایید. من یه برنامه بود برنامه ریالیتی شو بود کار رالی ایرانی بود. ما تقریبا هیچ کارشو انجام ندادیم با همه احترام. من چون خیلی ترسو تر از این حرفام ولی اجازه بدین واسه اینکه برنامه انجام شه اینو بزنم. میخوای قلقگیری نمیخوای بکنی؟ نه مشخصه دیگه. من چاقو تو انتخاب کنند دقیقا. نیما گردن خود این احتمال این چیزش خطرش کمتره. گردن خودش چقدر نامرده. همه مسئولیتش گردن خودش. بله قبول داری اینو؟ چشم فیلم برداری کنی؟ نه بگو گردن خودم. گردن خودم. گردن خودم. زیر این داشت میرم بگو گردن خودم. بله آماده ای؟ بله نیما؟ بله داری خب بذار بیا اول بری میرم بایس بایس هر موقع بگیم زمان میگیریم. بذار به این یه فوش بدم. والاس وانک اگه انگشت نیما بریده بشه والاس وانک میام کانادا. ببین باش گفتم بهش نیم آماده این بریم آقا. ببین فرمول داره مهران. هولش نکن اینا. هولش نکن. فرمول داره. بذار داره ادعا میکنه. فرمولش چیه داداش؟ مهران من حالا من خودم یه آشپزی مقدار انجام ولی اینجوری هیچ وقت دستت آسیب نمیبینه. درست یا بابا یعنی اینجوری ناخونات هم کوتاه میشه؟ یعنی اینجوری که میگی ناخونات هم کوتاه نمیکنی؟ نه یه حدودی ممکنه ایراد نه یکیش پایین داداش نبینه چشات. خیلی هم ممنون. بفرمایید خوش هر موقع گفتم یک دو سه چقدر هم درشت داری کن. خوبه خوبه خوبه. آفرین آفرین تش گرفتم مرا. بیا 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 بعدیش بعدیش هیچده نوزده بیست بیست یک بیست دو بیست و سه روی دقیقه هست. بله بله در سی ثانیه میرم میشمون خیارا رو شیش بیست هفت آره دیگه بیست هشت بیست و نو سی 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 و دو سی و سه سی و چهار سی پنج سی شیست سی هفت سی هشت سی و نو صد و شصت و دو زدم به جونه تو رو چهل چهل و یک چهل و چند تا؟ چهل و چهار تا چهل و پنجاه و چهار تا شمردین بابا جان. خیلی هم ممنون. بردارم خیلی هم ممنون. بله بله بر نداشته بودی تو الان؟ نه بعدم نرفتی. خوب بود بابا بزنم اصلا میشه اصلا میشه ولش کن چیو ببینم اصلا میشه تو چالش خیار رو انجام داده بودی خودت؟ من نه من هیچ کدوم ها رو انجام نمیدم نیمو. من مریضم اصلا نیمو. نمیدونی که اینم هست خوردنی نیست. بله نگه داشتن بیشترین تعداد تخم مرغ پخته از تخم مرغا در دست وقتی کف دست رو به پایین رکورد 13 عدد مارکوس لوشر از استرالیا 13 تا ببینش ببینش 13 تا گرفته دستش این آقای مارکوس لوشر. بله پرسپولیسی هم هست اونجوری که میبینم من. بله بله 13 تا نیمو نگاه کن نگاه کن اینجوری بابا کنی آخه
چه جوری میشه؟ بله بله پخته است، نگران نباش. بله 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 این رکورد در گینس ثبت شده. بله میریم ببین شروع میشه. بیا بابا. آه اون میدونی گیرش چیه؟ هر انگوشش دو تا گذاشته بود. نمیشه. ما تا شیشتا رو تو این برنامه داشتیم ها. شیشتا؟ هفتا رو داشتیم یا شیشتا؟ رکشته. اشکال نداره. اشکال نداره. بیا بابا. بابا چرخونی دست تو. میتونی نگرداری؟ بیا بابا. نمیشد بیشتر از این مرد. سه و چند تاست؟ یک دو سه اینم ترکید. یک دو سه چهار پنج شیش هفتا. هفتا. بله خیلی هم ممنون. نیما جون روی این زنگم بزن که این بخشمون رو شروع کنیم. خیلی ممنون. بخشی مهران. این بخش با زنگ شروع میشه. بزن زنگو. بزن زنگو. برو بریم. برو بریم. خب چی شد؟ نمیدونم. خب بیا بابا. سفارشمون آوردن. آخ جون. بله همونجور که سفارشتون رو میذارن جلوتون همچی میگیم سفارش یه لیوان آب. الان دلت نمیخواد. رژیمی ما یه عمره به جون تو. تو هم رژیمی. آره بابا یه عمره. منم رژیمم. بگو بچه چرا اینا رو گفتی؟ برای اینکه دل هممون آب شه، هم خودم هم شما، چون منم نمیتونم بخورم. منم میدونین چایی هم میل نداری؟ همین آب خواهش. همون آب خیلی من خب تو یک آدم وسواسی و عاشق خورشت قرمه سبزی هستی. میزبان تو خورش را با قاشق دهانیش روی برنج تو میریزه و با دهان پر از برنج میگوید بخور تو چرا اونقدر تعارف میکنی؟ واکنشت چیه؟ واکنشت چیه؟ الف میگم من قرمه سبزی متنفرم و عشق میریزم و حسرت میخورم. ب برای اینکه حرفمو بهش داده باشم با میگم با این قاشق فقط خودت خورده بودی. جیم با میزبانم کات میکنم و قرار قرمه سبزی خونه مادرم رو میذارم. بله یکی اینا کدوم انتخاب؟ اولیه دور میگی مهران. اولیه میگم من از قرمه سبزی متنفرم و عشق میریزم. اگه اجازه بدی من عشق بریزم حسرت بخورم. بله خیلی هم ممنون. خیلی متشکرم. بله در مهمانی چشمت پرتقال خوشگل و بزرگی را گرفته، اما قبل از اینکه آن را برداری یکی از فامیلا به سمتش خیز برمی‌دارد. واکنش چیه؟ الف فریاد می‌زنم این پرتقال مال منه. چرا؟ ب جفت پا می‌گیرم براش با سر بره تو ظرف میوه رو هوا پرتقال مورد علاقه‌مو می‌گیرم. جیم قید پرتقال رو میزنم و موز کناریش رو برمیدارم. این روزها روی هیچ پرتقالی نمیشه حساب کرد. دال شروع میکنم از مضرات پرتقال و فواید میوه‌های دیگر گفتن. من موز بغل اجازه بدی گزینه سه. آره این روزها روی هیچ پرتقالی نمیشه حساب کرد. بابا نویسنده این کار. بله ماشاءالله. از سفر چند روزه برگشتی خونه که یهو میفهمی آب قطعه. واکنش چیه؟ الف این بار که گذشت ولی دیگه هیچ وقت سفر نمیرم. ب از سفر بر نمیگردم. جیم با یه 4 لیتری میرم سراغ همسایه‌ها و آب قرض میگیرم. دال از کولر آب میکشم. چی کار میکنی؟ اگه اجازه بدی از سفر برات نگردم. بر نمیگرده از سفر. آره. خیلی ممنونم. یه بازی متفاوت داریم. بچه های نویسنده ما یه بازی کاملا ایرانی طراحی کردن که با توجه به فرهنگمون این بازی رو فقط ما ایرانی ها میتونیم بازی کنیم. اسم این بازی هست بازی تعارف. خب من یه جملاتی رو برای شما میگم
خب من یه متن رو باید میخونم، تو باید هر جایی که قابل تعارفه رو تشخیص بدی، در لحظه تعارف درست رو به کار ببری. آها، یعنی بر اساس جمله شما من باید تعارف، جمله تعارفیشو باید بگی. خیلی کار سختیه. خیلی سخته، ولی بازی ما ایرانی هست. بر من خیلی اهل تعارف و اینا نیستم. تعارف ندارن. آره. میدونی مثلا من یه بار تو فرودگاه به یه خارجی تعارف کردم، 350 تا خارجی رد شدن پشت. فکر کردن من اینام که مسیر رو نشون میدم. همه رفتن. مثلا بله. دم در رو نمیفهمم، آسانسور هم دیدی تعارف میکنن، آسانسور بسته میشه، من اونجا عصبی میشم، دیدی میگم آقا برو دیگه، یه هول نه میهول، ولی باز یارو رو هول میدی. آره میگم آقا برو، الان تعارف نداره. آره دیگه، اونم باز در از اعمال تعارفه اون کاری که تو میکنی. بله بله، خب نمیتونی تعارف تکراری هم استفاده کنی، اینجور آدمایی هستیم. بله، خوراک خودت مهران. حالا بله، باش خواهش میکنم. من کم آوردم، شما منو کمک کن. سلام عرض شد. علیک سلام. سلام از ما. سلام از ما. بله. ماشاءالله چه خوش تیپ و قشنگ. چشاتون قشنگ میبینم. درست گفت. مزاحمت شدم. مراحمی قربان. بله درست گفت. یه عرض کوچیکی داشتم. شما عرض بزرگ بفرمایید. غلط گفت. بعد میگفتی که بفرمایید به دیده منت. حالا مثلا. ولی قابل قبول. حالا. قابل دیگه عرض بزرگ نداریم که تعارفات. نداریم دیگه، وقتی نداریم. حالا چهار تا خیار خورد کرد. چرا با قبول؟ پنج. راستش نمیدونم چجوری بگم. شما هر جور دوست داریم بفرمایید. راحت باشین، منم مثل پسر خودتون. چرا آخه باید بنام بگی منم این پسر خودتون؟ خب بله درست گفتی. داداش داداش دیروز زنگ زدن بهم و احوالتون رو پرسیدن. بزرگوارن داداش. درست گفته. بله آخه تازه رفتن خونه جدید. نمیدونم چی میگن؟ خونه جدید یا خونه نوی؟ چرخش براتون به چرخه اون ماشین نیست. آره آه. اون نیست. آخه تازه رفتن خونه جدید. واقعا نمیده خونه چون چی باشه؟ باشه چی میگه؟ انشالله با دل خوش این جوابش. این خوراک خودتو. آره. انشالله با دل خوش. دیگه ما رو تنها گذاشتن. چی میگن؟ میگن که چی؟ خونه قبلی جاشون چی؟ جاشون سبز. آره. بله آره. بله جاشون سبز. آره. سلام رسوندن. سلامت باشم. درست گفت. بله. میخواستن بپرسن چه زمانی خونه تشریف دارید؟ هیچ وقت. نه. نه. چی میگن؟ چه زمانی تشریف دارین؟ صاحب خونه شما هستین؟ نه نه، صاحب تشریف صاحب تشریف؟ صاحب تشریف باشین؟ بله بله، صاحب تشریفین، یعنی تشریف میشه دارین؟ آره میشه، صاحب تشریفین. بله درست میگم. بله بله، که یه سر خدمت برسن. خدمت برسن. خدمت از ماست. بله درسته. برای عرض تشکر بعد از لطفی که کردین. لطف شما انجام، لطف شما میکنید. چی میگه؟ هر کار کردیم وظیفه هر کاری بوده وظیفه بوده اختیار دارید. بله بله. آخه داداش از وقتی همسرش فوت شد، خدا اموات شما رو زیاد کنه. نه خدا میگه خدا اموات شما رو کم خدا رحمتشون کنه. بدبختو خیلی تو خودشه، برای همین میخواستن برای امر خیر بیان دست بوستتون. نیما داره قضیه رو هات نیست. آه داره هات دش میکنه. ما کار فرهنگی میکنه، وارد حالت حاشیه نکن. برای امر خیر بیان دست بوستتون. بفرمایید در خدمتیم. دست بوسی هست نمیچه؟ نه خونه خودتونه. خونه خود بفرمایید. خیلی ممنون. پس با اجازه. صاحب اجازه هستی؟ بله درسته. من زودتر زحمت رو کم کنم. خدا نگهدار. اینجوری که این گفت یعنی نه یا این خواستگاری.
بیاین قلم پاتون رو خورد میکنم. خیلی ممنون. آره پس به ما بله رو گفتین، باید یه جواب حاشیه بدی، هرچی خیر باشه، هرچی خیر و هرچی قسمت. آره آره، یعنی دیگه اصلا جواب ندادی بهشون در اصل، این زوری میخواست بله رو بگیره. بله خیلی هم ممنون، خیلی عالی بازی کردی نیما، دمت گرم. خیلی خیلی بله بله. یه فیلم ترسناک قراره بازی کنیم من و تو. من میگم من ترسناکترم. چی آخه؟ تو میگی من ترسناکترم. سر همین با گفتگو به نتیجه نرسیدیم، باید دوئل کنیم. بگو چجوری؟ چجوری؟ اینجوری. نیما بیا. خب بکشیم بیرون. میکشمت. ببین با این خلال دندونم میذارم کله رو میترکونم. هر کی بزنه اینم سپره دفاع میکنه. این ببین سپر بزن، ببین این سپره. ببین من ترسناکترم نیما جون. دوست عزیز اجازه بده. دین 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 دین. خیلی خوب زدم. خدا وکیلی خدایی خوب زدی. دمت گرم. شب خوش. عیدتون مبارک. هستیم در خدمتتون. پلیس راهور برای جلوگیری از انجام تخلفات حادثه ساز مثل سبقت غیر مجاز و همینطور حفظ جون مردم عزیز اقدامات مختلفی انجام داده. از استقرار کامل گشت‌های پلیس توی جاده‌ها تا هوشمندسازی کلیه معابر با نصب دوربین‌ها و سامانه‌های هوشمند، با این کارها مأمورین محترم پلیس هم ترافیک رو کنترل میکنن، هم با رانندگان خاطی که جون دیگران رو به خطر میاندازن برخورد میکنن و هم حواسشون به سلامت من و شما تو سفرهامونه. خیلی ممنون. خیلی متشکرم نیمای عزیز، قدم سر چشم من گذاشتی، اومدی شب خوش. خیلی لطف کردین دعوتم کرد. قربونت برم با افتخار. عشق من. یه چیز من بهت بگم. در مورد حال خوب. من یکی از فیلم کوتاهی که ساختم یه جایزه خیلی معتبری ما بردیم. میخوام بگم ببین چه جوری یادم موندی. توی یکی از دقیقاً شبکه خبر پخش شد و صحبت شد که مثلا من این جایزه رو بردم. اولین نفر که زنگ زد به من کی بود؟ خود تو بودی. قربونت. هیچ وقت یادم نمیاد. خیلی ازم در حقیقت تشکر کرد، یعنی یه حالی که بهم داد در حقیقت حال منو خوب کرد در لحظه. بله یه جایزه معتبر برای فیلم کوتاهش نیما گرفت. بله آخه من آخه ما افتخار میکنیم به دوستامون نیما جون و این هم برای ما لذت بخش وقتی میبینیم درصدشون کمن اون دوستان مهران کمه اصلا اون دوستانی که واقعا حالشون با حال خوب دوستان خوب میشه، ولی تو جزء کسی بود که همیشه تو ذهنم ماندگار موند. ممنونم ازت. لطف داری، قربونت برم. من افتخار کردم و خوشحال شدم، گفتم خب تو که با نیما دوستی بهش بگو که خوشحال شدی و افتخار کردی. دمت گرم نیما. ممنونم ازت ممنون که اومدی برنامه‌مون. ان شاء الله امسال سال خوبی باشه برات و سال پر رونق، سلامتی خوب، حال خوب و باشی و ببینیم تو، کیف کنیم و لذت ببریم. نیما جون ما پایان برنامه‌مون چند تا جمله می‌خوایم که مهمونمون محبت کنه و اون جملات رو بگه، بعضی اوقات به خودش بعضی اوقات به دیگران. می‌خواستم الان فکر کنی که یک نیمای شارخشایی 86 ساله هستی و به خود نیمای الان 40 سالته. بله. به خود نیمای چه ماشاءالله. به خود نیمای 40 سالت رو به دوربینت یه چیزی بگی. جوری زندگی کن
که هیچ وقت از لحظه لحظه زندگی کردن پشیمون نباشی. من تا الان خدا رو شکر، این جمله خیلی جمله سنگینیه، من تو زندگیم به هیچ آدمی بدی نکردم و حق کسی رو نخوردم، سراسر زندگیم سعی کردم ببخشم. فکر کنم تمام دوستانی که منو میشناسن یه جمله به شما بگن: خداوند به من داده که ببخشم، اگه من نبخشم خدا دیگه به من این لطف و محبت رو نداره. خیلی ممنون. با توجه به این که بعضی از حیوانات مثل پرندگان، سگ‌ها، گربه‌ها محل زندگیشون با زندگی ما انسان‌ها، با محل زندگی ما انسان‌ها مشترکه، مثل کوچه‌ها، خیابان‌ها، درخت‌ها، توی شهرها، یه جمله به یه آدمی بگو که نمیدونم چرا حیوان آزاری میکنه. مهران، من 26 تا گربه معلول دارم و سرپرستی میکنم و هواشونو دارم. برکتی که خدا در زندگی میاره باورت نمیشه. یه جمله دیگه بهت بگم: خداوند، لحظات سخت زندگی هممون داریم، جوری من خدا رو شکر میکنم لحظات سخت رو من آسون میکنه، از خطرات منو در امون نگه میداره، به خاطر این هوای این موجودات خداوند رو داشتنه. اصلا دوستانی که به نظرم حیوانات دوست ندارم، من نمیفهممشون، یعنی اصلا درکشون نمیکنم، خیلی گناه دارن، زبون بستن و امکان نداره تا موقع که شما بهشون آزار برسونین به شما آزار برسونن. هواشون رو داشته باشین. خیلی ممنون، خیلی ممنون. ما تو خانواده هامون، بزرگامون، چه میدونم پدر مادرامون همه گفتن، یعنی تو بچگی های موقع از ناآگاهی یه دومه یه گربه رو میکشیدیم، یه سنگ میزدیم به یه گربه یا یه پرنده رو با تیرکمون میزدیم. دوران بچگیمون من یادمه که پدرم خدا بیامرز میگفتش که پدر جون اینا هم جون دارن، اینا هم خدا ناراحت میشه از اینکه آزار برسونی به حیوانات، و چقدر خوبه که ما مراقبت کنیم از اینها که در کنار ما دارن زندگی میکنن و این اخلاق انسانیمون رو داشته خیلی بهتر شده ها نسبت به قدیم، خدا رو شکر. یعنی من میبینم تو شبکه‌های مجازی اون در حقیقت یه جوری شده الان، خیلی هوای حیواناتو دارن، اذیت و آزار کم شده، فرهنگ سازیش خیلی بهتر و درستتر شده. آره دیگه، خیلی گناه دارم. خب نیما جون، یه جمله به یک محیطبان بگو رو به دوربین خودت که در تعطیلات نوروز هم در حال حفاظت از گونه‌های مختلف حیوانات و تعطیلی و غیر تعطیلی نداره، خدمت رسان. شما دوستان عزیز جونتون رو دارین می‌ذارین، دستبوستونم. مخلصی، خیلی متشکرم. ایشالله که حالتون خوب باشه. ما هم برنامه‌مون رو تقدیم می‌کنیم به همه حافظان و حامیان محیط زیست و دوستداران محیط زیست کشور قشنگمون ایران. شب خوش.